آواز سنتی ایرانی. خوانندگی یا آوازخوانی عمل تولید اصوات موسیقیایی با استفاده از صدای انسان است و تفاوت آن با سخن گفتن معمولی در ریتم، لحن، شاعرانه بودن کلمات و ملودیک بودن اصوات آن است. آواز خوانندگان هر منطقه‌ای بر اساس شرایط جغرافیایی و تاریخی آن خطه با آواز دیگر نواحی متفاوت است و ممکن است با همراهی یا بدون همراهی ساز باشد. به عنوان مثال، آواز کلاسیک ایرانی یا همان سنتی در طول تاریخ بر اثر الهام گرفتن از فرهنگ و احوال ایرانیان شکل گرفته و به شکل امروزی درآمده است. خوانندگی موسیقی سنتی ایرانی صدایی شفاف، صاف و بدون خش را می طلبد و به همین دلیل مرسوم است که خوانندگان موسیقی سنتی ایرانی مراقبت‌های ویژه‌ای از حنجره خود داشته باشند و عادات رفتاری و غذایی مناسبی را برای حفظ صدای خود برگزینند. همچنین در این شیوه آواز باید خواننده حتی در اکتاوهای زیر کمترین فشار را به حنجره خود بیاورد. خوانندگان موسیقی سنتی ایرانی در دو فرم مختلف اقدام به اجرای آواز می‌کنند. 1. قطعات آوازی دارای متر که تصنیف نامیده می‌شوند و 2. آواز که قطعه‌ای بدون متر و ضرب می‌باشد. برخی از تکنیک‌ها و اصطلاحات رایج در خوانندگی موسیقی سنتی ایرانی عبارتند از تحریر، قلط، ناله، ویبره و غیره. در موسیقی سنتی ایرانی به صداهای بم اصطلاحاً راست کوک و به صداهای زیر چپ کوک گفته می شود. خوانندگی موسیقی سنتی ایرانی در 7 دستگاه و 6 آواز مختلف انجام می شود. دستگاه ها 1. شور 2. همایون 3. سگاه 4. چارگاه 5. ماهور 6. نوا و 7. راست پنجگاه آوازها اصفهان، ابو عطا، بیات ترک، افشاری، دشتی، کرد بیات که هر کدام از این دستگاه‌ها و آوازها متشکل از چند مقام و گوشه هستند. این 7 دستگاه و گوشه های آنها در مجموعه های موسوم به ردیف گردآوری شدند و در واقع ردیف به عنوان مرجعی برای خوانندگان موسیقی سنتی شناخته می شود. یکی از تفاوت های موجود بین آوازها و دستگاه ها این است که آوازها در موسیقی فولکلور رواج بیشتری داشتند و دستگاه ها در موسیقی رسمی. به همین واسطه است که آوازها خاستگاه جغرافیایی یا قومیتی مشخصی دارند. موسیقیدانان مختلفی ردیف‌های گوناگونی را برای حفظ و اشاعه موسیقی اصیل ایرانی تدوین کردند. برخی از این هنرمندان عبارتند از علی اکبر فرحانی، عبدالله دوامی، حسین طاهرزاده، محمود کریمی، ابوالحسن سبا. چندی از اساتید و خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایرانی نیز عبارتند از تاج اصفهانی، ادیب خانساری، اقبال آذر، غلام حسین بنان، ایرج خواجه امیری، عبدالوهاب شهیدی، محمد رضا و همایون شجریان، شهرام ناظری، قمرالملوک وزیری، روحانگیز، پریسا، هنگام اخوان و معصوم مهرعلی.